که باید انتخابات دور دوم برگزار کرده. حال که انتخابات به دور دوم میره یک بار دیگه تعهد خود, خود با آرمان مردم تکرار میکنیم به حاکمیت قانون تا نتایج دور اول میپذیریم با استفاده از تجارب قبلی و مردم افغانستان اطمینان میدیم که انشالله تدابیر خود ما در سطح افغانستان خواهد بگیریم خدای لویا بخون چې خدای په نامه السلام علیکم لکه څنګه چې تاسوم خبري اس ټاکني دوهم پړاو تلال له ډیر انتظار وروسته بلاخره نن دا ټاکونکو خپلوا کمیسون د 193 وی م کال د وری د میاشته د شپاره سمې ټاکونکو وروستي پایله اعلان کړی دواره مخکخه نومان دان وومن لچی بهم پړاو کې به سیالی کوي او ګډون کوي خو د ترڅنګ پر ټاکنيزو کمیسيونونو ځنی نیو کې هم وکړي همدارنګا ډاکټر عبد الله عبد الله ویل چې د ټاکنو ورستي پایلې مني خو د ترڅنګ ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوی رائے خړللې دي همدارنګا ډاکټر شرفغنی احمدي هم ویل چې دوی تمالرل چې حتا قلت سوزر رائے باید پتل شي خداسې ونشو یا وازه سلزر رائے بطل شي په زمونږ سره نه ځنګړ اخبرونه هم همدغه موضوع ته ځنګړ شوې ده چې را سره ملمانی دي د اشرف غنی احمدزید ټاکنیس کمپاین غړی محمد نومان شینواره د عبد الله عبد الله ټاکنیس کمپاین غړی انجنیر محمد عاصم او د سیاسي چارو کارکو په خاغل احمد سیدي تاسو ټول چې مې باسه بخیر اغلي یو سوال تاسو سم صاحب کې ازر دوی ته می خوایم مطرح کوم اول شما جواب دینه کې کې بیسونو شکایت انتخاباتي در زمان برسي شکایت انتخاباتي وښتن کې برسي ای شکایت بالای نتایج تاثیرگذار خواهد بود اما امروز نتایج نهایی که اعلان شد با نتایج ابتدایی بسیار تفاوت اندک دارد پس سوال اینجاست که این تاثیرگذاری در کجا بود و برداشت که شما از این نتایج گرفتین چیست بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از شما و همکارانتان سلام خدمت بینندگان و دوستان شاملی بست گرچه این سوال باید از طرف کمیسیون شکایات با شما جواب داده شوه به خاطر از اینکه اونا یک چنین پیش بینی را داشتن و امروز یک چنین نتیجه را شاهد هستیم تا آنجا که من میتونم به سوال شما پاسخ بگویم او عبارت از این که اینا شکایات را که ما با اونا در رابطه با اعلان نتایج ابتدایی ایرا اکادم گرچه پیشتر سخنان آقای امرخیل هم شنیدون که بله. کونا گفتن که ما با کناعت نمایندگان کاندیدا پرداختیم جزیات برشان گفتیم ولی شما شنیدین که رئیس کمیسون شکایات در امی بحث که در تلویزیون طلو داشتن گفتن که شکایات ما به دلیل از ای که در ظرف 48 ساعت اسنادش با ما ندادن مخصوصا از طرف تیم ما را که اونا مورد سوال ما بودن تیم اصلاحات و همگرایی ما ای بعد از او دادن و ایش اسناد تابع مرور زمان شده بود ما او را بررسی کردن نتانستیم اگر بررسی هم میکردیم وقت زیاد میگرفت دیگه به این خاطر اونا به شکایاتی که میتونست روی نتایج تاثیر گذار باشه اصلا رسیدگی نکرد یک سوال که الان مربوط شما میشه می سوال چرا می اسناد با وقت و زمانش نسپردین به کمیسیون شکایت انتخاباتی دلیل از اونا درست نبود و اونا فقط میخواهند که با ندانم کاری که یه چیز نشده ما کار درست کردیم همیشه جوابشان همی بوده اگر رئیس کمیسیون انتخابات گب زده گایی وقت اگر رئیس کمیسیون شکایات صحبت کرده سخنگوی هایشان و یا روحس های خب که دلیل قانونی میگن که ب... زمان قانونی گرفتن شکایت با پایان رسیده بود اما از شما سوال کردم که چرا نخواستین که در زمان که وقتش بود امیش اسناد به کمیسیون بسپارین زمانی که کمیسیون انتخابات نتایج اولی را اعلام کردن اونا 20 روز نتایج اوراق نتایج را داخل سیستم کردن ولی وقتی که 100 فیصد آرا اعلام شد بعد از او ما فرصت داشتیم که نتایج ابتدایی را به بررسی بگیریم کار 20 روزی از اونا را آیا ما میتونستیم در 48 ساعت کاملا به اصطلاح از زیر زربین خود تیر بکنیم اسناد و مدارک بیرون بکنیم تقدیم کمیسیون شکایت بکنیم در حالی که ما 116 مورد را در امو ظرف 48 ساعت تلاش کردیم او را شکایات را بیرون کردیم و بیش از 200 به اسلام مورد سند هم زمیمی از او در ظرف 48 ساعت به کمیسیون شکایات دادیم آه. اما آه. در در پالی از ما مکتوب بر از اونها کتبا نوشته کردیم ستاد بله. ما که آه. ما اسناد از شما با ما فرصت بده چون امکان نداره شما هم میفهمین از نظر تکنیکی دو سه روز دیگه ما فرصت باید داشته باشیم بله. که اسناد بریم اونا به صورت شفایی پذیرفته بودن سر خدا تکان داده بودن که درست است بله. ولی زمانی که ما در جریان کنا شکایت به صورت علنی بررسی میکدن که روز رسیدگی به شکایت آخرین روز به اصطلاح رسیدگی به شکایت به صورت علانی از طرف کمیسیون شکایات بود ما در کانتیننتال تمام دوسیه ها را تکمیل کرده 1433 ورق شکایات و اونا تقدیم کردیم اونجا اونا او را دیدن تحویل گرفتن ای که رسیدگی نکردن ای جوابشان فکر میکنیم خانه کنند نیست معقولیت و منطق خودم شاید نداشته باشه تشکر خغل شنواره هغه چنن ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی ورته اشاره وکړه چې دوی تم لرل چې هداقل 800 زره رای باید باطل شي د کوم اسناد علمي ختاسو دا ادعا کوي چې هداقل باید 800 زره رای باطل شي و چې د انتخاباتو یا تاکونو پر نتایجو تاثیر کړی وای الحمدلله صلوات و سلام علی رسول الله په اختیار صاحب تاسو او استاد سدرنوم المنوتا او د ټولو تلویزیون د تاکنې برنامه قولو محترمو معززو لونکو تا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من دا کمیسون د انتخاباتو د کمیسون محترم رئیس جناب نوری سانی صاحب دوخانه نهایی پیل اعلان شوهله بله داغه په تعقیب نن زمونګه رسمي پریس کانفرنس او مطبوعاتي کانفرنس او چې په خپل د تحول او تداوم د ټیم محترم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی خپل رسمي موخه اعلان کړ ډاکټر سيباش رافريني په صراحت ویل چې مونږه د افغانان د ملت ارادې ته تسلیم او هر هغه سچي قانون حکومت کی حقيته مونږه تسلیم یو مونږه د انتخاباتو پایله نهایی پایله تسلیم کړی لې اما د سلسله تعليقات سره سره هغه سچي زمونږه توقع د تحول او تداوم د ټیم توقع چې خصوصا د انتخاباتو د شکایتو کمیسون به با هغه باطل رايي او هغه رايي چې درسته نه وي د هغه به درسته درست بررسی وکي او هغه به با بل اخر رووباسي او د افغانستان د ملت د ارا سره به غنګيږي ماشنوار صاحب تاسو اشاره وکړه چې ډاکټر صاحب ویل چې قانون حکم کوي ده او هر حکم چې قانون کړي تاسو ته تسلیم ییست بیا فکر مې کوي چې قانون به حکم نه وکړي چې دغه اتسو زره رايي چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه باطل شي باطل شي وینې دینو دقیقاً تر کومه ځایه چې مونږ ته قانون اجازه راکوي د افغانستان علیا مسالح مونږ ته اجازه راکوي مونږ تر هغه حد پورې لاړو یعنی قانون ویل دي چې کچیر ته تاسو شهود او اسناد لرئ په ارتباط د دې چې راي باطل یا استعمال شې او ناحق استعمال شې دي تاسو خپل شهود او برهین ایرا کوي منګه خپل شهود شواهد تاسو لري منګه ټول بلې تاسو موږ وخت نو ورستو اسناد وسپارل منګه تاسو ګورې منګه دغه کوم میعاد قانوني چې وځي او په مغه میعاد قانوني کې منګه خپل اسناد وسپارلی اب البته منګه یو نیم زر نور مسائده دلایل او اسناد چې هغه کاملا مشهود وو په با 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 تقلب باندې او په تخلف باندې هغه هم منګه کمیسیون ته وشبوسم او وسپارل متاسفه انا کمیسون لکه څنګه چې د افغانان د ملت توقع او زمونږ د ټیم توقع هغه سپلټینی او هغه سی برسی تر سره بشولي مان نه کومه سیدی صاحب یو موضوع دیګا کې پيش از شروع برنامه هم شما اشاره کردین کې قبل از اعلام نتایج نهایي انتخابات تبصرې های زیاتی بود کې شاید نتایج پذیرفته نشه شاید افغانستان خدای ناخواسه به طرف بحران برود هم امروز با وجود کې نامزدان انتقادات خدای بولای کمیسون داشتند در کنار از او به با پیشانی باز پذیرفتن و گفتن که آماده هستن به دور دوم انتخابات برن و رقابت کنن بعد از عرضی سلام علیکم خدمت شما مهمان و کسایی که ما رو میبینن من سوال شما رو گرفتم ولی یک دو گپ کوتاه دارم بعدا به اصل سوال بفهم. شما مهم. در قدم اول ما از دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف قنی احمدزی هر دو کاندید پیشتاز سپاسگزاری میکنم که انتخابات رو نخواستن به چالش بره پذیرفتن یک دوم از ملت با شرف افغانستان تشکر میکنم که به شونزه حمل به پای صندوق های رای رفتن از قوت های مسلح با شرف افغانستان به از همه رسانه های با شرف افغانستان به خصوص رسانه شما سپاسگزارم که نقش آفرینی کردند به خاطر آینده درخشان افغانستان اما اون را که میخوایم بسیار واضح تر بگویم هر دو کمیسیون محترم که هر دو کاندید اعتراضات علیشان داشتند امیدوار هستم که به دور دوم انتخابات خانه تکانی دقیق کنن لکه هایی که در دامنشان شک و تردید هایی به وجود آورده در دور دوم این لکه ها در دامن این کمیسون ها نباشه و گپ دیگه که بسیار تاکید میکنم سه شب پیش ما از جناب آقای ستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت شنیدم که ما سه شب پیش چهار شب پیش ما شنیدم که ما عدالت قربانی زمان نمی کنیم. قربانی زمان نمی کنیم. ولی دوشب میگفت که ما زمان قربانی عدالت نمیکنیم کنیم کوشش کنن که گپا خود یک ذره دقیق تر سنجش کنن حالا برمیگردم به سوال شما یکی هر دو کمیسیون که قبلا گفته میشد که مشکل آفرینی میشه نتایج نمی پذیرن باور می که چرا پذیرفتن از یک طرف قانون انتخابات ما بله فیصله نهایی صلاحیت داده بود برای کمیسیون بررسی شکایات دیگر محکمه ای وجود نداشت که اینا داد و فریاد کنن و از بی ها یک دوم چرا پذیرفتن؟ به این خاطر پذیرفتن که مردم افغانستان بعد این به طرف مردم سالوری و حکومت مردم میرن مردم دیگر بر جنگ باور نداره مردم دیگر علاقه مندی توفنگ نیست هر دو کاندید میفهمن که باید به رای مردم براجه کرد و سرنوشت مردم تعیین کرد چی دلیل؟ چرا؟ به خاطر این یک تعداد دلغک های سیاسی در افغانستان وجود داره که میگوین انتخابات قومی است انتخابات زمانی است ما به شما میگم که انتخابات فقط مردمی است افغانی است بله. ملی است به اساس کاندیدا درک کردند که اگر ما در انتخابات مشکل آفرینی میکنیم مردم افغانستان با صفی که ما میره میرن اما اونچه که اعتراضاتی که داشتن اعتراضاتشان ما امیدوار هستم که هر دو کمیسون خانه تکانی کنن و سه هزار نفری که بالاتر خواهد بود که آقای نورستانی میگه که دست به خیانت زدن اینا تنها سبک دوشیشان سلیت نداره اینا باید به پای دادگاه به پای یعنی به پای میز مذاکره برن و یک حرفی را میخوایم آقای بختیار با به بیننده شما شریک کنم کمیسیون انتخابات میگه که ما سه هزار نفر ما خیانت کرده بدون شک مردم افغانستان میفهمن که خرابترین و پرچالشترینی که در انتخابات تقلب شد زیادترش از دست اعضای کمیسیون انتخابات بود از دست خود از بود حال اینا چی است هر کس که در کمیسیون انتخابات مقرر میشه سلام میر آقای نورستانی بشنو اول یک نفر باید ایرا زمانت کنه دوم از اعضای می کمیسیون های برجسته را زمانت کنه امیدوار است که شما فردا از آقای روستانی پرسان کنید که اینا را اگر مجازات میکنید زامین های از اینا که از دفتر شماست اونا را چی مجازات میکنید اما مجازات خب کار کمیسون انتخابات نیست نه. باید به با ادارات عدلی و قضایی سپرده شد بدون شک قانون بدون شک. جزا... شک ولی بلی. به شرط ازی که بگوین که این سه هزار نفر کی است که تا مردم افغانستان چره کسیف از اینا را بشناسن به شرط ازی که باز نگوین که ما معرفی کردیم ما نکردیم یعنی معامله گری نشه من نام دو روز پیش من به یکی از کمیشنرهای کمیسیونی بررسی شکایت صحبتی داشتم و به یکی از کمیشنرهای کمیسیون انتخابات ما گفتم که شما این کسایی که خیانت کرده اینا را چطور برطرف میکنیم کمیسیون شکایت به من گفت چی گفت به من گفت والا ما اینا را یک ما ترنینگ دادیم اینا را یک ما ترنینگ دادیم والا ما, ما از دوباره از جای زیرو نفر از کجا کنیم که پیدا کنیم و دیروز هم و این مشکل فکر نمیکنید که در کمیسیون انتخابات بله سی هزار کارمند برطرف میشه سی هزار کارمندی که جدیدا استخدام میشه تا دوباره موزش داده میشه و دهی زمان کتا این نگه, ای نگه پیم مستقل انتخابات به ما گفت که ولی بسیار مشکل خواهد که ما سه هزار نفر پیدا کنیم باز اینا ترنینگ دیده اینا تجربه دیده بلی. ما نصیحت میکنیم که بلکه مثلاشن ولی ای را بفهمن که مردم افغانستان اگر دیگه این چراهای کسیف بیا مردم اکسل عمل میشن نکن آسیب سه پالا دکتر صاحب عبدالله عبدالام پذیرفت که میرن به دور دوم انتخابات. پیشنهاد که در دور دوم انتخابات شما دارین با خاطر اصلاحات و شفافیت انتخابات و سلامت انتخابات چیست؟ آنچه که با طبعا مهم است به موارد کلانی که در دور انتخابات در دور اول انتخابات رسیدگی نشد و او عبارت از دقت روی تثبیت مراکز رایدهی و با در نظر داشت تعداد رایدهندگان فراهم کردن اوراق لازم که مردم افغانستان مثل دور اول انتخابات دیگه اونجا با پای رای که بروان اتو حالت پیش نبیه که باز هزارها نفر در هر مرکز بدون از که بتانن ورق باشه رای پس به خانه برگردن. اگر تحقیق بررسی شود و گفته شود خوب ای یک چیز دیگر را ثابت می سازه حالا گفته میشه در مراکز که اوراق رایدی قبل از وقت خلاص شده و مردم در صفها منتظر ماندن و ورق نبود میگن که از قبل شاید با کاندیدان صندوق پر شده باشه فکر نمی کنید باز هم از تقلب جلوگیری نشه باز این به با هر صورت یعنی یعنی ما امی موارد به اصلاح نکات است که به با, ای با ای باید به با صورت جدی پرداخته شود به صورت اطمینانی بحث دومم که آنچه که ادعا میکنند قانون میگه و اصول میگه برخلاف قانون و اصول با ادعای نادرستی که هر دو کمیسون داشتن نظارت لازم زمینش اینا فراهم نکردن نه به ناظرین کاندیدا نه به ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی که از احزاب و جریانات دیگه داخلی و خارجی بودند اینا جلوی ناظرین در تمام مراحل گرفتن در مراکز رایدهی زمینه درست فراهم نکردند در زمانی که اینا اوراق نتایج را در کمیسیون مرکزی داخل سیستم میکردن در اینجا وقتی که اوراق نتایج از صندوقش کشیده میشد هیچ کس اینا را دیده نمیتونست وقتی که اینا ای را اسکن میکردن ناظرین هیچ وقت دیده نمیتونست که چرا اسکن میکنن زمانی که فشارها آمد دعوا صورت گرفت اینا بیشتر از 80 درصد اوراق داخل سیستم کرده بودند و را درش کرده بودند بعد از او یک اسکرین اونجا گذاشتند که از اون اسکرین هم چیزی ناظرین ما که اونجا منتظر بودند می دیدن چیزی فهمیدن در دور دوم, دوم یعنی علنی باید باشه یعنی و ناظرین یعنی اینا مثال است هست که ما برای بلد. شما توضیح می ده. در بخش ناظرین که میسون مستقل انتخابات گفتن که به خاطر دور دوم اینا کارت 50 هزار ناظر آماده ساختن که به هر نامزد 25 هزار ناظر اینا تخصیص دادن که میتونن که نظارت کنن از مراکز و معالات رای فکر میکنید کافی است 25 هزار ناظر اصول خو و قانونی را میگه که اینا یک چیز اختیاری نمیتونن به اصالات به شکل اختیاری تصمیم بگیرن قانون در اینجه ناظرین از جانب کاندیدا مطرح میکنه از جانب احزاب مطرح میکنه از جانب مؤسسات به طرف ملی و بین اینا گفتن که یعنی 25000 اینا... ناظر از کارت شب نامزدان میته دل از اینا کار کسی منایس ناظر خود انتخاب میکنند در محل و هر جای اختیار با خودشان گفت. وقتی که در قانون به صورت سریع آمده اینا مجبور هستند که برای ناظرین ما کارت فراهم کنند به تعداد مراکز و محلاتی که اینا داخل جدول میکنند اعلام میکنند و مردم افغانستان که در دور دوم انتخابات این قدر مراکز و این قدر محلات شامل پروسی برگزاری انتخابات است ما با تعداد از اونا از اونا خواهی کارت ناظر میخواهیم به همین ترتیب اعضاب سیاسی هم حق دارند به تناسب خودشان نهادهای به طرف ملی و بین المللی که برای نظارت به اصطلاح اونا نهادهای قبول شده هستند باید بر از اونها فراهم در کنار مسائلی که شما به خاطر شفافیت انتخابات خواستین از کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی احمدزی هم امروز در کنفرانس خبری خود گفت که از دکتر عبدالله عبدالله خواست که دست اتحاد بده تا به طرف انتخابات شفاف بریم و جلو تقلب بگیریم نظر و دیدگاه ستاد شما چیست؟ فکر کنم که شاید تکرار احسن اگه بگویمش که شده میتونه در حالی که این از مکلفیت کاندیداست که وقتی که یک کسی کاندید است و مردم می از اونها حمایت میکنه اونها مکلفیت حفاظت از رای مردم خود دارن از رای حامیان خود دارن و مکلفیت از را دارن که تا جایی که توان دارن و تلاششان مؤثر واقع میشه برای برگزاری یک انتخابات شفاف عادلانه و بیطرفانه مطابق قانون و اصول اینا باید روال به گونه مدیریت بکنن در کنار از که به اصلا مسئولیت به شان نیست بلکه مسئولیت به عده هر دو کمیسون است اینان به سهم خودشان نقش دارن تاثیر خود دارن اجازه نتن که به اصلا یک روند غیر شفاف و یک روند مملو از تقلب و تخلف بر انتخابات به اصلا حاکم شود و مستولی شود به ای خاطر فکر میکنم که این بحث است که ضرورت به تاکید اضافی نداره که ما بگیم خب احمد با ما دست همکاری را بوده محمود بوده وقتی که کسی آمده کاندید شده ای از مکلفتهای درجه یکش است که در راستای برگزاری انتخابات شفاف به اصلاح همکاری خود داشته باشه با کمیسیون هم همکاری بکنه با مردم هم همکاری بکنه یک سوال دیگه از تا که خود نامزادان و طرفدارانشان ارادی بر تقلب نداشته باشن که شاید صندوق نکنه بر از اینا در کنار از یک تفاوتی که است ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی گفتن که حداقل باید 800 هزار رای باطل میشد چیزی را که دکتر صاحب عبد الله اشاره کردن که رای ما را کمیسون خورد نوش جان شما دور دوم میپذیرید آیا شما هم عین چیزا میگین که در حدود چقدر رای باید باطل میشد یعنی خاص شما متفاوت چیزی دیگه است ما البته توضیحات ما فکر میکنیم که ما به صورت اجمال حرف نزدیم در این راستا بلکه به صورت مستند حرف زدیم ام. ما یک پاورپوینت را وقتی که سیستم ثبت آرای ملی کمیسیون مستقل انتخابات را به بررسی گرفتیم معایب و نواقصی که در او وجود داشت تخطی ها و تخلفاتی که در روند سیستم شمارش و ثبت سیستم آرا صورت گرفته بود او را جزوار به اصلا برملا ساختیم و ایره به صورت مستقر به اصلا از طریق نشرات لایف به مردم افغانستان نشان دادیم که در اونجا دو محور ما به دست آوردیم یکی 1433 اوراق نتایج رایدهی را که اینا داخل سیستم کده بود اینا اوراقی بود که باید بررسی میشد باور ما بود که اینا به تحت شرایط قرار داشتن که بر اساس چک لیست و میارهایی که چیگونه ریزل چیت و یا ورق اوراق نتایج مورد قبول قرار میگره و در کدام حالت اینا باید باطل شوند از روند شمارش کشیده شوند داخل سیستم نشون ما باور ما است که او 1433 ورق ورق نتایج که اینا میاری نبودند خلاف میار و از جمله اوراق حتی به اعتبار حساب شده میتونسته اگه اینا خارج میکردن بیش از 550 هزار رای تقریبا شامل همی 1433 ورق میشد به همین ترتیب یک تعداد محلات خالی باقی گذاشته شده بود که در او هم بیشتر از 200 یعنی هزار فکر تا بیشتر از 500 هزار رای اگه اوراق برسی میشد باطل اعلان میشد یعنی در او محور بیشتر از 500 هزار و در محور دوم هم که محلات خالی باقی مانده بود کمیسون در او وقت مشخص نساخته بود وقتی که ما سیستم دیدیم معلوم نبود که از این مراکزی که 1200 محل است اوراق اینا کجا است نتایجش کجا است گرچه پسان اونا توضیح دادن که وجود داره و ما بعدا به اصلا اینا نتایج آوردیم داخل به این محلات خالی ساختیم که تا هنوز برای ما بسیار روشن نیست گرچه اونا گفتن بیشتر آقای امرخیل هم میگفت که ما اینا را توضیح دادیم ولی در صورتی که اونا 100 فیصد نتایج را در دور اول اعلام کردن و این محلات در سیستمشان خالی مانده بود باز اینا چی وقت آوردن و چی گونه آوردن این تا هنوز زیاد روشن تشکر. نیست تشکر دې خوانه مې تا کېږي چې اغه ستاد او شواهد دوی چې پلاس کلریو کې سنونو ته سپارليو چې په دقیقہ به توګه باندې څلشيوه برسي شي نو تر 1300 داسراوي چې باید استلشي وي تاسو به دا کوي چې هتاقل اتسو زره باید تلشي وي بلې خو را تاسو په خپل مننه چې په انتخابات کې په پراخه کچه باندې خلکو غډون کړي وو کډوار سره جمع کول یو میلیون څخه ډیر رای کوي کوم را رای باطل دي غیر شفاف دي نو دا په دې معنی نه ده چې ډیرو لوکو خلکو بیا غډون کړي وو نن جناب ډاکټر صاحب خپل مطبوعاتي کانفرنس کې هم دغه نقطې ته ډیره په جديت اشاره وکړه زه غواړم چې احساسوي د جواب نه وران دي دغه بلې نقطې ته راشم چې ډاکټر صاحب نن نن دا یولین زلو بلکه څو واره مخکې جناب ډاکټر صاحب عبد الله او نور ټول کاندیدانو ته دا پیشنهاد کړی دی چې راځي موږ تاسو د شفافیت پیو میکانیزم باندې توافق ته ورسیږو دا د یو حسنه سنتي است سنت حسنه په هيڅ باندې چې موږ تاسو سره کینو او یو د شفافیت یو میکانیزم ته ورسیږو چې ترڅو موږ تاسو مورید قناعت وي فکر کوم په خپل یو میکانیزم وچ قانون قانون هرڅو دغه دغه د دقیق دقیق قوانینو هرڅو خنکړي اما د دې ترڅنګ بل کاندیدان به هم باید کینی او دا اومنی دا اومنی هغه کسان چې تقلب کوي مثلا زني د سي خلک دي چې هغه هوا خواهان د یو محور سیاسي محور دي هغه تقلب د پاره زمينه سازي کوي توافق باید په دغه باندې وشي چې موږ باید تعهد وسپارو او خپل ملت سره او خپل خدای سره تعهد وکړو چې نور به موږ خپل هوا خواهان کچیر قرباني پویګو او وی تقلب تپریند یاندېو میکانیزم چې هغه مختصات مختلف ابعادو لري جناب ډاکټر سپ پمپر ډیر سراحت سره دا خبرو وکړ چې راضی لاس راوغت کې قول راکې چې نور دغه ملتاسو ګوري د تقلب او نتیجه کې انتخابات دغه یو عجیب سرنوي سره مواجه شو نو no, uh, زما موقف همدغه دی چې باید آئنده منګه uh, زما جانب مقابل چې کوم ډاکټر صاحب عبد الله دی باید منګه یو يو دسیو میکانیزم باندې توافق وکړي آئنده بیا دغه سي تقلبات سازماني یافته تقلبات او دغه سي تقلبات چې اعدا تا څو میکانیزم باید وستا سره نظر اچي او باندې توافق وشي د انتخاب او د شفافیت لپاره تاسو ګورئ اول د انتخابات د کومه تقلبات شپې انتخابات کې تر سره شو یو خاغه سازماني یافته تقلبات چې بدبختانه منګي د غمې سر موجي کولو منګي ادعا چې د تاسو وزورو اراو په ارتباط ده هغه کاملا مستند او مشهود ده او منګ خپل دلایل وړاندې کړل اول باید د توافق تور شي ګو چې هغه کسان چی نقسکوي دغه دغه حريم د حريت او استقلال د کميشنونو هغه ته باید جدند توسيعه شي يا هغه دولتي چارواکي چې د خپل منصب او د خپل موقيف نه سوء استفاده کوي او تقلب خاتزي هغه امنیتی ځینې امنیتي چارواکي چې هغه د خپل منصب نه استفاده کوي او یو زیاتې انقلاب خواته او دغه شې نور ډیر مسائل دی چې هغه کولی شي چې دوړه محترم کاندیدان سرکېنی او دوی ګروپونه سرکېنی او دغه یو توافق ته ورسیږي دا امکان پذیر نه چې سړی د او چا مدني حق دی منتفقو مونږ د هچ مدني حق نه منتفقو اما هیڅ کره د افغانستان قوانین د افغانان خلک هغه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې اغد د دولتي مناسبو او دولتي مناسبو په استفادې سره د یو چاپ لهو او د یو چاپ ګټه استفادې وکړي مونږ دا وایو چې هر څوک خپل واخو حال په دولت کې لري مونږ دا نه منټفقې و هر څوک لري اما هیڅ چارواکه هیڅ دولتي چارواکه باید د دولتي مناسب و مناسب کو نه په استفاده سره دیو چا په نه فبالي کا فکر کوی چې دولتي چارواکو مداخله یا په انتخاباتو کې لاس وانه سبب شو چې انتخابات به پړا تاړی خطر یو د هغه ستر عوامل نه چې بدبختانه تقلب د پاره ډیره لویه زمينه مسايده کړله امدغه ځنې دولتي چارواکي او بنिती چارواکي چې غوي مداخله وکړه او بل اخرې انتخاباتي دغه سي او سرنو سره مواجه کړل زه منګه تقاضا امده د جناب رئیس جمهور نو او ټول حق چارواکونه بیا موي وسراس مدني حق نه منتفقو تاسو حق لري تاسو درای حق لري اما هیڅ کله د دولتي امکانات نه په استفادې سره باید تقلب د پاره لا راوړم شي م نه کومه سې سبب د کډورزي کې هر دو نامزات او هر دو ستاسو انتخاباتي قانون انتخاباته شفاف عادلانه او سراسرې هستند او می خوایي مطابق به قانون انتخابات برگزار شي تر کینار ازو خاصه یام است عاصب سوي اشاره کردنه کې در کمیسون بعضي مسائل باید اصلاح شوه در آینده همچنان آقای شیرواری گفتن که مقامات و حکومتی یا و دولتی که در انتخابات مداخلت کردند یا کمیسونا را اشتار دادند دکتر اشرف غنی احمدزای امروز در کنفرانس خبریشان گفتن که وظایفشان بالا تالیخ در آورده شود ببینید اون که جناب رئیس جمهور آقای کرزی میگه که من در انتخابات بیترف هستم او رئیس حکومت است، رئیس جمهور است. باید تمام کارمندان دولت که عملا در انتخابات دست میزنن و در گذشته دست زدن ثابت شده شورتشان اینها را معنا کنه یعنی تنها به خود گفتن کفایت نمیکنه یک این یک حقیقت است دوم ما میخوایم بسیار واضح بگویم که هر دو نماینده کمیسیون حق دارن که از این کمیسیون شکایت هر دو نماینده ستاد حق دارن که شکایت کنن به خاطر چی که کمیسیون انتخابات خودش اعتراف میکنه که سه هزار نفری ما جنایت کردن به تقلب دست دارند وقتی که خودش اعتراف میکنه ازی کسی که باید جلوی دزدی را بگیره خود کمر بسته به دزدی کسی که باید جلوی قاتل بگیره خود کمر بسته به قتل کردن من یک مثال میگم من یک تقاضا اما یک چیز دیگه سیدی صاحب سعید. ببخشید حرف کردم که کارمندای کمیسون هم مردم افغانستان هستن از افغانستان هستن حالا که میسون نمیتونه که از جای دیگه نفر بیه ترند داده فکر نمیکنید که باز هم تا زمانی که کارمند تهدید نشده باشه تا زمانی که به کارمند پول و غیره تاحت نشده باشه فکر میکنید که کارمند کمیسون بدون و چون چنان تقلب کرده اگه تقلب میکرد یک دو صد دو صد اما سه هزار چرا بیشتر از سه هزار ببینید مسئولین این کمیشنر میگن که اینا از مردم افغانستان هن مردم افغانستان هم باورهای قومی و زبانی و سمتی دارن خیلی خود از اینا هم افغانستان هستن خیلی خود از اینا دست به خیانت بزنن نه مدیریت قوی ارز میکنم بله مدیریت قوی مدیریت درست سنجه شده میتونه که حد اقل مداخله را به حد اقل برسونه نه به سه هزار اما فکر میکنید که حضور ناظرین یا حضور گسترده ناظرین در هر محل رایدهی میتواند که جلو تقلب را بگیرد شما پیش نشنیدین از آسم صاحب گفت که ناظرین بله. ما نماندن به جای ماین ناظرین ما جلوگیری کردن میتو گفتین نه خود داخل کمیسیون بود به محلات از این بود اگر محلاتم هم ام؟ من امروز از طریق از طریق رسانه شما شنیدم که فیفا و تیفا شکایت داشتن که ناظرین ما نماندن که نظارت کنه جلوگیری کردن من یک چیز میگم بله بیان همی که هر دو نامزد پذیرفتن به صادقانه به دور دوم میرن من یک خواهش میکنم از کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل میگم به روی چند دلیل به اثر مدیریت ضعیف و ناتوان این مشکلات به بار آمده من نام میگیرم و از اونا تقاضا میکنم که عذری از, از مردم افغانستان بخواهن یک به وقت و زمانش اینا اوراق رسانزه نتونستن کمی کاستی بود شما بگون یک دوم خود از اینا آقای نورستانی میگه که در حدود اضافه تر از 500 محل محله خیالی بود محله خیالی بود ما صندوق فرستادیم کسی روی نداد میگوید که در حدود 400 محل بالاتر از او صندوق غیر قانونی پر شده بود باز هم از همی کمی و کاستیاب ها به شمولی سه هزار نفر خو چی عیبی دار که اینا مذارت بخواین که بله ما کم داشتیم به ملت تعود میکنیم که خانه تکانی خانه تکانی چی مناکی همه, ک... کسانی که خیانت اما اونو رو رو کردن رو بکشن که در پیشتر دوی میست کرد رئیس دارالین شاکب کوشش میکنن اما یک گفت دیگم, دیگم گفت یک گفت دیگم, دیگم گفت که من باز قبول ندارم امروز اعلان کردن که ما تعداد سایت های انتخاباتی را و محل را زیاد میکنیم ما چه میگم اگر هدفشان مرکز شهرها باشه که جای امنیت است به سر چشم قبوله اگر باز سایت ها زیاد میکنن مثل پیش که هزار تا خیالی است دو هزار لحاظ خدای کار فکر نا نا. که محل های دهی که در ولایات اضافه میشه و بساس لست ارگان امنیتی اضافه میشه که کجا را اطمینان میدید کمیتش میگه اگر به خاطر از این های رایدی زیاد شود که اوراق رایدی خلاص شد مردم در قطار ماندن فکر نمیکنید که گام درست باشه شما یک ژورنالیستی آگاه هستین ما درق میکنم در رسانه می به شما اینطور میگم که وقتی که اینا به ثابت شده که در حدود 1000 محل 1000 محل بالاتر از 1000 محل خیالی بوده باید حال دقیق سنجش کنن که دیگر به محلات خیالی نرن ولو که ایران قوات های مسلم گفت یک چیز دیگه هم گپ میگم که یک چیزی را که شما رسانا رسالت دارین و کردین بیان که از همین لحظه از همین میز کنیم که همین مسائل قومی و زبانی را دفن کنیم یک بسیار کوتاه میگم اول نام میگیرم از دکتر سیو شفقینی یک معاونش ازبک است معاون دیگه اش از برادرای هزاره است بدون شک یک کم و یا زیاد از تاجیکا هم به او در خودش یک پشتون است به دکتر سیب عبدالله یک معاونش پشتون است معاون دیگه هزاره است کسایی که از حمایت کرده مانند دکتر زلمه رسول دورانی است گل شیرزی شیرزه بارگزه است علومی هم پشتون است دکتر صاحب عبدالله خودش هم پشتون است هم تاجک خب به هر صورت بله. او را بس نمی‌کنم. اما این مسائل قومی یعنی مسائل قومی بین مردم افغانستان فکر می‌کنم. امروز ما دقیقا یک خبر داشتیم که شخص در قندهار می با زبان پشتو میگفت که میخوای با دکتر سایب عبدالله رای شخص دیگه در هرات با زبان دری میگفت فارسی میگفت که میخوای با دکتر سایب شمالی رای من میگم که بل بله بل زیر بل رسانه های ما یک رسالت دیگه کنن که همی را بس کنن دیگه افغانستان قومی نیست مردم افغانستان سپاس از مردم افغانستان که به طرف دموکراسی میرن و سپاس تشکر. از رسانه که این رسالت انجام دارن تشکر قدرمان دوستان رو لگ زن و روسته بیا هم خراغ لاست میخوایم به عنوان آخرین پرسش بندی کنم که خاصتان از مردم چیست و تاهدتان به مردم چیست اول شما آسف سای باز شیرواری سای با خواست ما از مردم افغانستان با همه مشکلات و چالش هایی که در راستای برگزاری انتخابات داریم یک بار دیگه بیس که همت و قهرمانی که در شانزدهم عمل از خود نشان دادن او را الله در روز برگزاری دور دوم انتخابات که مثل که کمیسیون 24 جوزا اعلام کرده جدیتر و قویتر و با جوش و خروش بیشتر انشالله از خودشان نشان بده که دایی انشالله شک نداریم و ای چون حق مدنی و حق سیاسیشان است از حق خودشان در راستای سرنوشت تعیین سرنوشت سیاسی آینده خودشان و کشورشان استفاده بکنن و این سنگ بناره به اصلا ماندگار بسازن آه. در کشورشان در, در بحث دوم تعهد ما با مردم افغانستانی است که اگر تیم ما انشالله با موفقیت برسه که قطعا باور داریم که چنین خواهد شد انشالله ما انشالله یک نظام و دولت خدمتگذاره آری از فساد را و بالاخره دولتی که بتانه از آرزوهای مردم افغانستان تشکر. فراهم بکنه و از کیانی کشور و از تمام خواستهای ملت دفاع کرده بتانه و بر از اونا خدمتگزاری صادقانه کرده بتانه یک چونین نظام را که حق مردم است و در بدل رایشانی حق دارن که از کنگیزا بخان انشاءالله را فراهم بکنه پدری ادرس رو غارمه چه خپل پیغام د تحول او تداوم ده تیم نه پنو ماندگی سر اوران ده ما ده افغانستان ده مجاهد غیور و شجاع ملت نه پدری من یې سره چې دا په ښاډه سم د حمل د دیاله سوال درې دېوم کال پوراز خپل میړانه ثابت کړل او پدې قهرمانۍ سره وروتل د خپل زعیم د تاک د تاکل د پر وروتل یو زل بیا ورنتا قازا کو یو زل بیا ورنتا قازا کو چې د افغانانستان د زعامت د تاکل د پاره بیا یو زلدغه میدان ترودانګي خپل زعیم و ټاکي د افغانانستان د ملت په میړانه باندې باور دی د قهرمان ملت دی ان شاء الله لکه څنګه چې په نوډ ارخونو کې خپل میړانه ثابت کړی دغه سی بیا په مدنيت په ارخ کې خپل میړانه ثابت کړي د دولت پیرتباط او د حکومت پیرتباط زماده پیغام دی چې زماده ټول راتی چروا کنه دا خوایشته چې دغه ملي پروسه کې به طرفه پاتشي او بیا دغه ملي پروسه زخمي او جریحدار نه کی او د کمیسیونونو د ټولو د زد خپل ټیم په نمائندګۍ د دا جناب ډاکټر سیب عبد الله د ټیم نه همزما ده تقازا ده چې په دغه مبارزې سي مبارزاتو کې مونږه هغه ټول مدني او قانوني اصول او پرنسپونه انساني او اسلامي پرنسپونه رعایت کو دغه سي خششنو بحثونو ته او دغه سي مسایلو ته چې هغه قومي انقتابات را پیدا کی وي زد جناب سائیدی سیب خبره کاملا ته ایدو ما دا ملت مرهم تزروت لري د ملت پټي تزروت لري موږ باید کوشش وکړو چې د ملت سره منسجم کو وحدت راولو نه دا چې قومین خطابت اقيدا کو او ترڅ داس موږ علا د چا ان شاء الله خادم ملت جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی یو د اغلقابونه خادم ملت دی ان شاء الله جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي چې داس یو بادار حکومت نه یو خادم حکومت ده ده دي ملت ته دکتر عبدالله جنرال عبدالملک ازبک هم هست که دو تا بارها به یک دیگر زور از کردن که کم و کستی نشه اون چیزی را که میخوایم بگم از مردمی با شرف افغانستان که سربلند ساختن ملت بزرگ افغانستان به پیش دشمنای داخلی و خارجی به شونزه حمل یک بار دیگر سیلاسا در, پا در پای صندوق رای به بسیار جوزا بیاین افتخار بیافرینن و روی دشمنای مردم افغانستان رو سیا کنن و بسیار. از ها... کاندیدای محترم هر دو کاندید یک تقاضا دارم که بعد از این به میزای مدور کسانی بفرستند که معیارها و ارزشهای زہ جن رونیر امراض کنن اخلاقا صحبت کنن واس توین او تغیر کسان نفرستان کہ بواسطه لکی ننگ شوه تشکر ډیر منکم ساسټول چپتی باسکم تردید مګډونکو قدرمن دوستانو للک سن ورسته د ولسمشری یو نومان سره به د ټاکونو د ورستي او پایلو په اړه باندې خبری ولرو ملتیا موکړی بیا هم خراج لاس ته دیاله سو درنیوم کال ولسم شز ټاکنو ته نومان داوود سلطان زوی صاحب خبرونه کوي بلمدستړی مش سلطان زوی صاحب خیر اخلي مسته محترمه ملنه کومه څنګه اه... زوی ن نورستی پایل اعلان شو کڅه هم تاسو پغ نماندان کنه چدویم پړاو ته ملاره پیدا کړی خو سره دی هم بیا څنګه دا پر وسار زوی اوراتون کې څنګه زوی بسم الله الرحمن الرحیم اول زغورم صدا فرحنگ رایجا کومه سه خغله ډاکټر عبد الله او خغلې شفانې احمدي ست تبریکو هم ست بوم پلاو تا دوی مفقس الصلارسي دا هم بیا د افغان صنعت خلکو لپاره یو خزیری و چې پروسا کار کوي ستونزي موجوده دي مشکلات موجوده دي او شکایتونه هم موجوده دي او رسیدګان هم بګه سويته بېد سوي نه د سوي مګر بیا هم دا چې سیستم کارکئي ورو ورو تکامل خوات روان یاسه دا د افغانان د خلکو لپاره یو زیرای دی او دوی باید نا امید نه شي بل برخلافه مشوق او خخ کسان په افغانان کې باید د خبره ځای کې چې د افغانان خلک لا هم یو لوی اوږد مزل په مخکلي دی او د ډیموکراسي د تحقق لپاره دا مزل باید ادامه پیدا کی بله ته ترڅنګ مخکلي دین هم داویل کړي چې روسي پایلې اعلان شي ځینې نومندان په د پایلې ونمني یا زین خلکو سرداسيان ټیکنولوژ افغانستان په ټیبل بهرار وختوله شي اما نن دواړو موندان سره لدی چې تاسو شارو کې نیو کې لرلې تاسو نیوکل لري کار د کې سنونو باندې اما دواړو ماندل چې درسته دا یو پړاو ته زو بیا هم سي الکو او سم تاسو ولکه یو پړاو کې دیشي قومي مسائل را موږ شیدا مسائل را موږ شي فکر کوئ چې دا به یوازې تبلیغات وی د افغانلار خلک اوس دیموکراسي دیموکراسي مزای او باندې پوښي وي اوله خو باید وایم چې د افغانستان ملت او د افغانان خلک دمره لوی او او کبیر ملت ته څنګه کاندید افغانستان نه دی کاندید د افغانستان لپاره دی هغه کاندید چې افغانستان تهدیدوي هغه د افغانستان کاندید نصیب لایس مونږ باید افغانان تهدید نکو مونږ باید د تسامح او د خچلند پاسوس دیموکراتي خوتہ حرکت وک او بلدا چې دایو وخت په افغانستان د قانون نه جوړ شوی تبه پټ نه کوی بل دایو ایبم نه د اورم نه اوستخار دی او پاین ځمن کې د هم یو افتخار دی چې هر قوم کاروړی چې د قوم پایس پاتیسی مکه کاروړی چې د وګړي پای تسمیونی سي او په دند انتخاباته کې خلکو ثابت کړه چې دوی غړی یو ملت یو یو ولس وګړي دولس دو واکې خوتہ د ګدم واخست او نړیه متاجبه کړله د افغانستان لپاره په یو سم پیړۍ کې بیا هم افغانستان لپاره پیړۍ کې د فرنسي خلکو په قراول حرکت کړای په یوسته پیړۍ کې بیا د ټول منتقدینو د ټول منفي بافون د ټول هغه کسانو چې ټول شاینه تیری لیدل د غوی بر خلاف د یو قدم جک چې ټول نړی ایران کړله او د د دې شي ته ثبوت دی چې د فرانسار خلک ورېشه ولوسوا ک خلکوسی ولوسوا ک خلک په دې مونږه چې هر وګړی حق لري هر وګړی ځان ته واک لري هر وګړی د خپل د آینده د ژوند د تعین د سرنوش د تعین لپاره کولای شي تصميمون شي او د تصميم دوی اونیو باندې او د بای بیانې ولای شي ډونټل بیانې ولای شي بلی د ترڅنګ تقریبا د څو انتخاباته د چتاس په ګډون کوي د نومان په توګه چې د ولسی جرګې د تیر دوه دورې وی دازل د ولسمشې لپاره څومره تفاوت تاسو په انتخاباته کې یا په خلکو کې ویني یا په دیموکراتیک پروسه کې ویني ز نه اوس د افغانستان اغه سیاسي نوته او اغه کسان چې د میز په دور کې کینو خبرې کوي نه نه اوس هغه ته وایم نه رایوالته هم وایم چې د افغانستان خلکو تغییر کوي د افغانستان ولس د ټولنه مخکې ده د افغانستان ولوس سپنسی غولولای د افغانستان ولوس په نمایشی موضوعات باندې منغولي دي د افغانستان ولوس شور لري د افغانستان ولوس درد لري د افغانستان ولوس احساسات لري د افغانستان ولوس قرباني ورکړي ده جهاد او د نور افتخارات د افغانستان ولوس کموي کوي دا د زینو محدود افراد په واسطه د ټکو د رای سبب وګرځي د افغانستان ولسم ورسیږي او سم پرې کې بیا هم ځان ثبته کوي او د یو ولسواق هیواد پايس د خپل رول لوبي او عاي خوځله پاوله نشي بوکي ز هغه ورځ چې انتخاباته ټول ما خدا جدي تاسو ویم ما وی ار کاو چې خلک می سلیدل وی ار می کاو او زه یقینم دا دغه حماسه د افغانستان خلک څو ورځې بات بیا تکرارولې سي په ډیره لوی اسویه اوس آسانتر هم ده دوه کسان پاتې دي پروګرامونه مشخص دي راځي چې د لایز او قومي تسمیمونېسو پروګرامو ته وګورو د خلکو چارشلن ته وګورو او لارسو او هغې تسمیمونېسو اوز د افغانستان خلکو ته واده ورکوم چې زه هم د دوی په شکل د تسمیم ډیر زنيسمه او د یو ټکي سره ملکه کوي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي بل یو په لومره مسله چې یو خانه خلکو نه غوښتل کېږي چې خلک باید ګډونو کړی او خلک بیا یو ځل هم اساسات وکړی اما دې تر څنگ په د سیمو ماندال خرداس ویل کې چې د خلکو رائے سره لوبي وشوي د خلکو رائے کمی څون لوخانه پټی شوي دا فکر لکه چې د خلکو روحیا باندې به سبا د غیزه وکړي چې مونږ راي ورکو ومز مونږ راي پټي زمونږ راي سره لوبي کیږي دته په عادي الفاظو کې اغواګري او غولولوي مونږ راځي چې یو شهر نه کوسي محاسبه او حساب هم یو ساينس دی بله راځي چې ټول انتخاباته انتخاباته ته مراجعه وکړئ څومره خلک او چیرته څنګه راي ورکړي دا خلک په دې سیستمو کې چې راي ورکړي د دوی یو سیاسي عادت د پماغه سیستم بیا راي ورکړي نو د څه وو نو وایي چې اې دا موجوده ځین خلک کوي چې راي پټې سولې ځین خلک راي ادا کوي چې ځین راي اضافه استعمال سولې دواړه خوې اداګان موجود دي راځي چې خلق ته وایو یو شی خلکو ته وایو وایسه نوې صفحه او پاکه صفحه بلا وړه شروع کیږي او دا ټول خبره هیر کوي زه د خلکو لپاره یو یو دعوت خلکو ته کوم چې دغه نوې صفحه پرانیسي یو پاکه صفحه خلاص کی او لار سي او نوې تصميمون سي هر شی ستاسو وایلی کیږي دا هیر کوي کغه واګری کیږي ک ته تصميم راځي فکر وکي چې دوه کسه پاتې دي دا ټول څنګه هر کای هر شي چوسو دا کون کاندیدانو تهبریکی ورکړلاري او بلته زدت دوی تهبریکی وایم د افغانان خلک هم به دوی تهبریکی وایي سدوم پلاټ پلاټه موافقه سول انتخاباته کمیشن ته وایم د شکایت کمیشن ته وایم او حکومت ته وایم او چرواک ته وایم چې افغانان خلک مغولوي افغانان خلکو رائے او ته احترام وکي او قانون تطبیق وکي زپ د انتخاباته کوس نه یم مګر د افغانان دخل کونه حکومت کوم چې دخل لري د ساتلو پر رازیس راټولس خو خپل غږ جیک کو چې د مې رایز عینسی حکومت حکومتي چارواکي به زورويونکې حکومتي چارواکي به خپل منافعونه د خلکو منافع زه ترې ترامو کې زورونه وایي خلکو باندې تهدید او, كومت، او, او, م... أو تعمد استعمال نکي بل څه وایي یقینا ما کوتل چې دا پختنه وکم چې د دویم پړاو انتخاباته په مخکمه د څو لوی خړدون دل کې چې دوه نوماندانه تقریبا وختنې کې وی په متفاوض شکل باندې دولتي چارواکو مداخله ده یا د زورواکو مداخله ده د دې ترڅنګ اوه په گرمیدو د ولکې چکې دې شمېتی ستونزي زیات شي بل په کمیسون دنه په کمیسون کې د شفافیت مساله ده صرف فکر کوي چې د تل تبه څوک ختمو کی آی ولسمه شرمند ګرځي مکلف دی چې دغه دري او مسائل لپاره جدي اقدام وکړي څو برطرف کړی ولوسمشر <كشف> ډېر وازه ډېر لوی مسولیت لري او تر بال... اوسه أو اده قل ظاهر اندسه معلومیږي چې خپل اغه نسبی استقلال ساتلای او نسبی اغه ځای نیولای موخفه نیولای چې خوای نیولینا ده خپل اغه نوتریټی او او آ... اما فکر کوم چې تناب داخ خفیه وي بيطرفي بيطرفي ساتل د کافي نه ده ولسمشر پر اواز بيطرفي کافي نه وي ولسمشر پر انتخاباتو کې باید بيطرفه د قانون په طرف کې وي د بيطرفي ته بي قانوني واسي او قانون تطبیق نيسي دا بيطرفي نه ده ولسمشر د قانون ساتندوي دي د قانون د خلکو د ارادې د تمثيل لپاره باید قانون د تطبیق کی او دا د مسولیت څ خپل چارواکي هم خپل ځای کې کینوي ک کوم وزير ک کوم قماندان ک کوم والی ک کوم بل وګړای د خپل د موقف نو سو استفادہ کی او هم په نال وهی هم په مخ هم د خپل کی ولاري هم د خپل دا د منول ورننده بل یره په لاره مصلحت دا چې خلکو ګډون پورې ولکې چې نظر تیر او ټاکنو ته په دې دورا ټاکنو کې خلکو په پراخ کچه باندې ګډون وکړ ځین خلک په دې باور دي چې پاول پړاو کې ځکه خلکو ډیر ګډون کړو چې د ولسمشیزونو باندې ترڅنګ ولایتي شورا ته هم خلک کاندیدو او په هر ولایت ولسموالی کې کاندیدانو دوی په هڅه وکړه چې خپل خپلوانو واسي انت خبره ته دوی داسې ټول کې چې په دوی پړاو کې بداس نیوي اما تاسو څنګه ودان وینې کوي چې زه د دې خبرې طرفدار نه یم زه دې شوایم چې و خلکو تاسو خو ځان ته راځل لري ک یو یو کاستوم راي ورکوي و ځي کلاس او کسان ته راي ورکوي و ځي دا د تاسو رض ده بیا د تاسو تاس رض ډیر کم په تاریخ کې واقعي کې سي یو یو ولوس دا chance پای د کیفیت د واره راي ورکي دا منفي شاي وي د ته په منفي شکل موږوري دا خدمت تاسو د سوي نه دي سي ته سي سیسټم کار وک انتخاباته پر نه خوڅه بي ځای یا بي ځای مسيخ وخت لارسي انتخابات و ان پلو د لار و اوس برته وږي برتراي ورکي خلک ضروري سي د شورا ولایتي شوراګان لپاره ځياته وته لیدي برسې د فزیکی نقطې نظر به دوی رول لوبولي مګر بیا هم هر وګړې ستغه پروګرام ویني د تاسوخه پروګرام ویني رادیوګان او ری نوش هر وګړې د دې د تصميم خاوند د تصميم نیولې سي چې د انتخاباتو پورې چې فقط لا سودا کولو لپاره اوزی او د دوو کسان نه یو کس انتخاب کی ده هیڅ مشکل کار نه ده زه یقین لرم چې امنیتي موضوعات زه د افغانان امنیتي قوتونو باندې کافي اعتماد لرم چې د انتخاباته په برس کې بیا دیاغی ورزنه آئنده انتخاباته کې خطر کار کوي زه په دې باندې یقین نهرم حتی د ترڅنګ داسې کسان هم مراجعه کړي د ولتلکیږي چې اوس پښتنه کې ویچه پته دورا کې کارت لرو یا تروس بهخه کارت واخیسته وڅ وی چې آی ا کارت نه توزیږي بیا چې ز کارت واخله وزم انتخاباتي که برخه واخله فکر کوي چې دا ټول دورې شپاړه څه ثابت کړه او نور هغه خلک چې پیخي په دې پروسی باور نه درلودي باورمندی پیدا کړې وي بیا افغانان خلک د هغه قفس نه چې ساتل سی او د هغه نه وټل دیوس د افغانان خلکو اوس وزرونه پیدا کړې دي او دی وادي چې والوزی د حی اندې خواته او زه د انتخاباتو کمشن نن غوښتنه کوم دی افغان پايس چې د کارت د ورکولو لپاره په قنات خلکو ته میسر کی ټول خلک ورې کارت واما کوم تقریم چې دوی نن اعلان کړه په حقیقت کې نه دی بلکې ګورک زینو زایو کې کاغه وخت کارت تحصیل سوین دوه اټ فرقه د غلطه تر 100 باید خلکو ته چانس ورکړي چې بیا خلکو کارت تحصیل نه ده کارت واخلي ولې دا 99% د بیا نیوی خلکو ته چې کارتونه خستنو یا تمبلی کړي وا یا ویدو ول یار شي سول اوس دی وړی کارت واخلی دوی ته بای چانس پر کړی چې مګی د افغانستان خلک د قفس نه وته لیدي اوس وز رونلري اوس ورتی یو او هرال تونکو په واده ولسي او دا چانس د دینه بای ونه خستل سي تیرانه کنسالتانټو یې سپچ په خبرونه کې مبرخه واخسته او معلومات مو سره شریک کړه من نه کومه ستا مسئولیتونه هم من نه کوم چې تر دې ته مو زموږ ملتیا وکړه تربیه خدای پامه که باید انتخابات دور دوم برگزار کرده حال که انتخابات و دور دوم میره یک بار دیگه تعهد خود, خود با آرمان مردم تکرار میکنیم به حاکمیت قانون تا نتایج دور اول میپذیریم با استفاده از تجارب قبلی و مردم افغانستان اطمینان میدیم که انشالله تدابیر خود ما در سطح افغانستان خواهد بگیریم